برادران و خواهران با سوره نمل آشنایین. یه داستان شگفت‌انگیزی رو سوره نمل بیان میکنه در رابطه با سلیمان، که وقتی هدهد غایب شده بود، بعد غیبت چند روزش برگشت، به سلیمان گفت من از فضای یه مملکتی عبور کردم که سلطان اون مملکت یه خانوم بود، آیین اون مملکت خورشید پرستی بود و این خانوم یه تختی داشت، تختش هم در این دنیا بی نظیر. شاه زن بود، آیین خورشید پرستی بود، تخت این پادشاه که زن بود یه تخت بی نظیری بود. سلیمان در فلسطین بود، ملکه سبا در همین یمن فعلی بود که اون زمان می گفتن سبا با سین. فکر می کنم فاصله یمن تا فلسطین نزدیک 2000 کیلومتر بود یا بیشتر. سلیمان به بارگاه نشینانش رو کرد، گفتش که ایکم یعتینی به عرشها، کدوماتون میتونید این تخت رو از کشور سبا وردارید بیارید فلسطین؟ قال افریتون من الجن، افریت یعنی موجود با قدرت، یه جن قوی به سلیمان گفت انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک و انی لقویون امین، من این تخت رو میارم، زمانی رو هم که میخوام اینه، قبل از این که از جا تموم قد بلنشی من تخت رو آوردم. این قرآن قصه بیرونی نیست. پیش از این که از جا تموم قد بلند شی من تخت رو آوردم از 2000 کیلومتری. و قال من عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، ببینید بین کلمه علم و کتاب حرف من قرار داره، علم من الکتاب، این من در عربی به معنی بعض، کسی که مقداری کمی اندکی از دانش کتاب پیشش بود بر اساس اون دانش به سلیمان گفت انا آتیک قبلا یرتد الیک طرفک، پیش از این که پلک بالات به پلک پایین برسه تخت رو آوردم و این تخت و این تخت قبل از این که پلک بالای چشم سلیمان به پلک پایین برسه حاضر شد، که البته سلیمان با دیدن تخت، با داشتن چنین نیرویی، نه باد تو دماغش افتاد، نه سینه‌شو سپر کرد و نه به خودش و به این آقا نسبت داد. فلما رآها قال هازا من فضل ربی لیبلولی اعشکر ام اکفر،
این عنایت خدا به من بوده، با این عنایتم میخواسته من رو مشخص بکنه. آدم شاکریم یا آدم متکبری؟ میخواست مشخص کنه برای خودم که من این کارو من الله میدونم یا به خودم میبندم و به بارگاه نشینانم. ولی کار کار خداست، درست؟ این جمله یادتون باشه، و قال من عنده علم من الکتاب. کسی که اندکی از علم کتاب پیشش بود گفت من این کارو میکنم. حالا به آیه آخر سوره رعد عنایت کنید. پروردگار میفرماید و قال الذين كفروا لست مرسلا. مردم کافر مکه، حبیب من، رسالت تو رو، نبوت تو رو از جانب من منکرن، میگن تو پیغمبر نیست. لست مرسلا، به مردم مکه بگو من دو تا شاهد دارم بر این که پیغمبر خدام، مبعوث به رسالت شدم، فرستاده حقم. کفا بالله بینی شهیدن بالله بینی و بینکم. یه شاهد بر نبوت من خداست که با قرآنش داره شهادت میده. حالا شهادت با قرآن چگونه است؟ اینم یه بحث دیگه لازم داره. و من عنده علم الکتاب، و شاهد دیگر من کسی است که کل علم کتاب پیشش. اینجا دیگه من نداره. در سوره نمل داره قال من عنده علم من الکتاب، اما در آخر سوره رعد پروردگار میگه و من عنده علم الکتاب. خب خیلی حرفا درباره این آیه زدن که تمامش دلیلا قابل رد، عقلا قابل رد، و این حرفا موشکشی غیر شیعه در کنار این آیه است که هر حرفشون رو من با 4 تا 5 رو دلیل رد کردم. اون کسی که در مکه شهادتش مساوی با شهادت خدا بوده، شهادتش میزون با شهادت خدا بوده، اون کسی که خدا به شهادت بر نبوت و صدق نبوت کنار خودش گذاشته، اون زمان 17-18 سالش بوده، اونم امیرالمؤمنین بوده. حالا این علم کتابی که علی داشته چه کتابی؟ این کتاب یا لوح محفوظه که تمام پرونده عالم در اوست و کل این پرونده در 17-18 سالگی در قلب امیرالمؤمنین بوده و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یا نه قرآن مجید بوده. خب اگر علم قرآن مجید بوده، قرآن چه علمی درش هست؟ من طلبه قم بودم، بعضی روزا خدمت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میرسیدم. یه روز یکی از ایشون پرسید شما مفسرین قرآن 1500 ساله قرآن رو تفسیر کردید، از 100 جلد، 70 جلد، 80 جلد، 40 جلد
و تفسیر شما که الان تفسیر قرن معروف شده 20 جلد، شما به کجای قرآن رسیدید؟ ایشون فرمودن اگر از اولین مفسر قرآن غیر ائمه ابن عباس تا زمان من هزاران مفسر با تمام تفسیرهای زیر بغلشون جمع بشن در یه صف، اونجا از من بپرسی این مجموعه تا حالا چه مقدار قرآن رو تفسیر کردن، من میگم ما هممون لب دریا رسیدیم، تو هنو نرفتیم، نمیدونیم تو چه خبر. این علم قرآن. بعد از علامه بازم دارن تفسیر می نویسن، نو هم می نویسن، جدید هم می نویسن، مطالب مهمی رو دارن از قرآن کشف می کنن. با همه این وجود تا روز قیامت که نوشته بشه پیغمبر می فرماید یأت القرآن و یوم القیامت بکرا، ولی روز قیامت مردم آگاه عالم قرآنو که میبینن میبینن انگار دست نخورده و هیچی از این سفره برداشت نشد. این علم امیرالمومنین بنا به نگاه خدا.